قبل از اینکه من جلسه امروز رو شروع کنم میخوام دو تا نکته خیلی مهم بهتون بگم نکته اول اگر که مقادیر اعشارتون به جای علامت نقطه از علامت ممیز یا همون علامت تقسیم استفاده کرده این شما رو به درد سر میندازه چرا؟ چون مثلا ده نقطه دو رو نوشته ده تقسیم بر دو یعنی چند؟ پنج رو میاد میذاره این باعث میشه که وقت شما بنویسید ده تقسیم بر دو توی اون متق... جواب پنج رو بیاد برات بذاره و نتونی مقادیر اشارت رو به درستی اونجا وارد کنی راهکار چیه؟ اینه که نوار استارتت رو باز کنی بری داخل کنترل پنل داخل قسمت کلاک اند ریجن و روی گزینه ریجن کلیک کنی و مطابق همین آموزشی که اینجا دارم بهت نشون میدم بری داخل قسمت ادیشنال سیتینگ و علامت تقسیم رو به علامت نقطه تغییر بدی این کار رو که انجام دادی میای رو میبندی و از اول باز میکنی اگر که درست شد فبل مراد اما اگر که درست نشد باید ویندوز کامپیوترت رو قطعا عوض کنی نکته بعدی که میخوام بهتون بگم که اونم نکته بسیار مهمیه اینه که ببین متریال چیه؟ متریال به مجموعه رنگ، رفلکشن، رفرکشن و کلی آیتم دیگه ما به مجموعه اینها میگیم متریال این وسط تکسچر هم زیر مجموعه متریاله نه متریال زیر مجموعه تکسچریه وقتی بچه ها به اشتباه فکر میکنن که متریال ممکنه زیر مجموعه تکسچر باشه نه تکسچر یک جزء بسیار کوچیکی از متریال خواهد بود این دو تا رو با دقت یاد بگیر و استفاده کن توی یه جلسه گذشته ما اومدیم با همدیگه در ارتباط با مفهوم تکسچر صحبت کردیم اومدیم بهتون گفتیم که آقا کلمه تکسچر یا مب به معنی بافته و بافت به معنی تمامی بافتهایی که در طبیعت وجود دارن مثل بافت چوب، سنگ، آجر، پارکت، چمن، کاغذ دیواری یا هر بافت دیگه ای که ممکنه در طبیعت وجود داشته باشه اومدیم به شما یاد دادیم گفتیم که آقا وقتی یک MTL رو میای انتخاب میکنی یه سری مربع جلوی بعضی از آیتماش نگاه کن وجود داره که این مربع نمایانگر چیه نمایانگر اینه که شما میتونی بیا یک مپ برای اون آیتم تعریف کنی که با تعریف کردن مپ برای آیتم مورد نظر میاد اون آیتم رو بر اساس مپی که تعریف کردین میاد فعالش میکنه خیلی نکته مهمیه و توی جلسات قبل تر هم اومدیم به شما آموزش دادیم گفتیم که آقا جان ما دو تا بخش اصلی توی ویری ام داریم که یک بخش رو بهش میگیم رفلکشن ها و یک بخش رو بهش میگیم رفرکشن بخش رفلکشن رو ما به صورت کامل اومدیم بهتون آموزش دادیم که تموم شد رفت اما بخش رفرکشن یا شکست ها رو امروز قراره بیایم بهتون آموزش بدیم کلمه رفرنکت به معنی شکسته به معنی اینه که شما میتونید متریال هایی که شکست دارن رو توی این بخش بیای بسازی ماتریال چی شکست داره ماتریال مثل آب شیشه روغن نمیدونم انواع مایعات گازها و هر متریالی که پرتو نور ازش عبور کنه و بشکنه و رد بشه تمام اینها رو با بخش رفرکشن ها میتونیم بیاین بسازین علتی که رفرکشن زیر رفلکشن قرار گرفته میدونی چیه به دلیل اینکه تمام متریال هایی که در طبیعت وجود دارن رفلکت رو دارن اما قرار نیست همه متریال های طبیعت رفرکت رو داشته باشن پس برای همین به همین ترتیبی که داری میبینی اومدن چیدن تا شما یه دونه یه دونه پر کنی و بری به سمت پایین به همین آسونی نکته بعدی که میخوام بهت بگم اینه که نگاه کن خیلی از پارامترها مشابه هم هستند مثل مثلا آی او آر گلاسینس اینها پارامترهایی هستن که تکرارین و اصلا میخوام بگم تمام قواعدی که ما توی رفلکشن ها بهتون یاد دادیم همه و همه اینجا برای رفرکت ها هم وجود داره و شما میتونی بیای خیلی ساده از همه اون قواعد اینجا هم بیای استفاده کنی به عنوان نمونه زمانی که من روی رفرکت میام کلیک میکنم که پالت رنگی رو بیاد برای من باز کنه اتفاقی که اینجا برای من میفته اینه که نگاه کن با باز شدن پالت رنگی دیگه میدونی اگر شما رنگ مشکی رو بیای انتخاب کنی یعنی این رنگ رو میزان رفرکت رو روی عدد صفر قرار میده و اگر شما از رنگ سفید استفاده کنی میزان رفرکت روی عدد صد قرار میگیره این یعنی چی؟ یعنی این که اگه شما 100 تا دونه پرتو نور داشته باشی که به یک سطحی بتابونی و هر صد این بیاد عبور کنه اتفاقی که میفته میزان رفرکت روی پایین ترین سطح خودش میشینه حالا هر چیزی ممکنه باشه اگر که فرض کنیم از این 100 تا دونه نور مثلا بیاد چیکار کنه بیاد 50 تاش عبور کنه به معنی اینه که میزان رفرکت شما این وسط قرار میگیره و 50 تایی دیگه هم ممکنه اینجا باستاب بشه و اگر از این 100 تا دونه پرتو هیچیش عبور نکنه به معنی اینه که میزان رفرکت شما روی رنگ مشکی و عدد صفر قرار میگیره پس دقیقا به وسیله رنگ سفید و سیاه که اینجا وجود داره من میتونم میزان رفرکتم رو بیام اینجا تعریف کنم شاید بد نباشه که من برای شروع کارم بیام سر وقت دیفیوزی که اینجا وجود داره ببین دیفیوز این قسمت و بیام روش کلیک کنم همه این شما میدونین دیگه وقتی پالت رنگ بازه روی هر کدوم که کلیک کنی یک هاشیهی دور اون رنگ ایجاد میکنه و معنی اینه که این پالت قرار رنگ مربوط به اون آیتم رو بیا تغییر بده من بیام اینجا روی رنگ جلوی دیفیوزم کلیک کنم یک رنگی مثل رنگ آبی رو بیام اینجا براش ببینم یه مقدار ولیوش رو بیام اینجا مثلا کمترش کنم و شاید خود رنگ رو هم بله یه مقدار تغییرش بدم و حالا من بیام همین متریال رو برای این سطح وسط قرارش بدم چون قراره ما توی این سطح وسط متریال مثلا شیشه رو بیایم بسازیم یا هر متریال دیگه ای که ممکنه باشه من بیام اینجا به صورت ای پی آر یه رندر بگیرم ببین این شد خروجی ما زمانی که من بیام اینجا روی رفرکتم روی رنگ جلوی رفرکتم کلیک کنم که پالت رنگی برای من باز بشه خوب دقت کن هر چی که من بیام این اسلایدر رو پایین و, پایین و پایین و پایین و پایین و پایین تر بیارم میزان رفرکت من بیشتر میشه زمانی که گذاشتم روی رنگ سفید یعنی یه رفرکت 100 درصد داشته باشم داری میبینی به درستی نور داره از این شیشه اینجا نگاه کن عبور میکنه حالا ممکنه شیشه یا هر چیز دیگه باشه نور داره از این سطح به درستی عبور میکنه و هرچی که من بیام این رو به سمت رنگ مشکی ببرم همونجور که دارید میبینید میاد شدت نور عبوریش رو کمتر میکنه میزان رفرکتش رو کمتر میکنه و رنگ بیشتری رو میاد اعمال میکنه اگر من بذارمش اینجا میزان رفرکتش کمتر نور کمتری عبور میکنه و رنگ بیشتری و به من نشون میده و اگر روی رنگ سیاه بدم میزان رفرکت من روی عدد صفر هیچ نوری ازش عبور نمیکنه و همون جوری که داریم میبینید رنگ رو داره به صورت 100 درصد به ما نمایشش میده به همین آسونی شاید الان این سوال برات پیش بیاد که آقا آیا اگر که من قرار بود شیشه رنگی بسازم می اومدم از همین تکنیک استفاده می کردم مثلا رفرکت رو می اینجا یه شیشه رنگی بهم بده به هیچ بچ تکنیکش این نخواهد بود خیلی نکته مهمیه نکته بعدی این که میخوام بهتون بگم که اون هم نکته بسیار تا بسیار مهمیه و باز هم میگم این نکته هم کاملا تکراری خواهد بود اینه که ببین وقتی شما میای از رنگی مثل رنگ سیاه استفاده میکنی میزان رفرکتتون روی عدد صفره و وقتی میای از رنگی مثل رنگ سفید استفاده میکنی میزان رفرکتتون روی عدد صد قرار داره حالا اگر که من بیام مثلا از این رنگ آبی استفاده کنم چون یه تیرگی داره آبی دیگه توی رفلکتو گفتیم دیگه اینجا قرار میگیره رنگ زرد رو بیام استفاده کنم نزدیک به سفید قرار میگیره سبز آبی رو بیام اینجا استفاده کنم مثلا ممکنه اینجا ها بیاد قرار بگیره و آخر میخوام بگم تمام این رنگ ها بین رنگ سیاه و سفید میاد قرار میگیره و هر کدوم یک میزان مشخصی رنگ رو میاد براتون اعمال میکنه به همین آسونی الان اگر من بیام اینجا چیکار کنم مثلا بیام این رنگ رو براش ببینم دارم میبینم یک رفرکت رنگ آبی رو داره به من میده که داری میبینی میزان نور و هم بسیار کمه به همین آسونی اگر قرارش بدم روی رنگ زرد میزان عبور نورش نسبت به رنگ آبی قطعا بیشتر خواهد بود چرا؟ چون زرد نسبت به آبی روشن تره. و همونجور که داری میبینیم میزان رفرکتش هم بیشتر شد به همین آسونی پس در نتیجه هر رنگی رو که من بیام اینجا الان انتخاب کنم دقیقا داری میبینی بر اساس درجه تیرگی و روشنیش میزان رفرکتش و عبور نورش متفاوت خواهد شد اینم نکته بسیار تا بسیار مهمی بود نکته بعدی که میخوام بهتون بگم که در رابطه با رفلکت ها هم قبلا اومدیم بهتون گفتیم اینه که اگر من بیام الان مثلا من این رو روی رنگی مثل رنگ قرمز قرار بدم اوکیش کنم خب میخوام اینو بهت نشون بدم اینو بزنمش این گوشه ببینی چه خبره بعد من بیام یه ذره زاویم رو بهش هرخونم، ببین الان به من یک رفرکت رنگ قرمز رو داده یه چیز کاملا طبیعیه اما خروجی کار منو نگاه کن داخلش رنگ سیان هم وجود داره یا همون رنگ آبی هم وجود داره چرا من اینجا رنگ سیان دارم؟ ها؟ چرا شو قبلا بهت گفتم برو ببین <applause> به دایره رنگ توجه کن ما طبیعتا یه دونه رنگ رد داریم یا همون رنگ قرمز یه دونه بلو داریم یا همون رنگ آبی و یه دونه رنگ گرین داریم یا همون رنگ سبز که خب طبیعتا از ترکیب رد و بلو به من رنگ چی رو میده مجنتا یا ارغوانی رو به هم میده از ترکیب رنگ گرین و بلو به من رنگ سیان رو میاد میده یا همون آبی آسمونی و از ترکیب گرین و رد به من رنگ یلو یا زرد رو داره به هم میده این یعنی چی؟ این یعنی آقا وقتی که شما یک سطحی رو داشته باشی که آغشته به رنگ قرمز باشه یا قرار باشه مثلا رنگ قرمز رو باستاب کنه وقتی که یک پرتو نوری که پرتو نورتون هسته آر G B داره تابیده میشه به این سطح چه اتفاقی میفته خب طبیعتا همین رنگ قرمز رو باید بیاد بازتاب کنه پس رنگ قرمز هست میشه و رنگ جی یعنی همون رنگ گرین و بلو برام باقی بمونه طبیعتا یه دونه رنگ سیان رو میاد به وجود میاره برام یا همون رنگ آبی آسمونی این یعنی آقا وقتی یه سطح قرمز رنگ داری و داره یک رفلکت قرمز رو داره میده داخلش داره رنگ سیان دیده میشه و دلیلش اینه که چون رنگ قرمز هست شده رنگ سیان برای من اینجا باقی مونده دلیل علمیش اینه حالا نگاه کن فرض کن یک سطحی رو داشته باشیم که رنگش رنگ سبز باشه زمانی که یک پرتو نور RGB این خیلی مهمه داره تابیده میشه به این سطح وقتی که رنگ گرین یا سبزش هست میشه برای من رد و بلو میمونه با باقی موندن رد و بلو رنگی که ترکیب میشه این وسط و به وجود میاد رنگ مجنتا یا همون ارغوانی هسته این یعنی چی؟ این یعنی این که آقا جان وقتی یه سطحی داری که رنگش سبز و باستاب سبز رو داره چون داره رنگ سبز رو برای ما باستاب میکنه چون داره رنگ سبز رو برای ما میکنه طبیعتا علاوه بر اینکه که رنگ سبز رو ما داخل رفلکت ها داریم میبینیم رنگ مجنتا یا ارغوانی هم داریم داخل رفلکت ها میبینیم چون این دوتا برای ما باقی مونده اما وقتی که ما یه دونه داشته باشیم به رنگ آبی باشه چه اتفاقی میفته خیلی آسونه زمانی که یک پرتو نور دوباره میگم R G B داره تابیده میشه به دلیل اینکه باید دقیقا همون رنگ بلو رو برای من بازتاب کنه رنگ رد و گرین برای من باقی میمونه و با باقی موندن رد و گرین طبیعتا علاوه بر رفلکت آبی به من یه دونه رفلکت یلو هم داره اینجا به هم میده پس بر این اساس هسته که رفلکت های ما علاوه بر رنگ خودشون یه رنگ اضافه تری هم اینجا دارن حالا که دلیلش رو یادت اومد نگاه کن ما اینجا هم در رابطه با رفرکت ها مجدد همین قضیه رو داریم یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کن اگه من بیام سر وقت زیر مجموعه رول آپشن میتونم بیام گزینه پریزرو انرژی رو به جای ار روی مونیکروم بذارم ببین اون رنگ سیان از بین رفت پس در نتیجه شما میتونید بیاین هر جا که نیاز داشتین از اون حالت ار و هر جا که نیاز داشتین از اون حالت مونیکروم یا تک رنگ است استفاده کنیم که خروجی رو بیاد بر اساس رنگ رفلکت یا رفرکت در نظر بگیره به همین آسونی من تک تک اینا رو اینقدر تکرار میکنم تا کامل یاد میگیری اصلا نیازی نیست الان فکر کنی که مثلا ما کجاها قرار بیایم از اون استفاده کنیم و یا چه متریالای ممکنه مونیکروم و ار و غیره باشه به هیچ چی فکر نکن فعلا فقط مفاهیم رو درک کن یاد بگیر اونقدر تکرار میشه تا کامل یاد میگیری حالا نگاه کن ما بقیش رو بهت نشون بدم گزینه بعدی که اینجا داری یه گزینه به اسم گلاسینس گلاسینس چیه؟ الان بهت میگم چیه؟ من بهتری که بیام یه مقدار زاویه‌ام رو تغییر بدم. بله، این زاویه به نظر میاد زاویه مناسبتری میتونه برای من باشه. خوب دقت کن. گلاسینس چیکار میکنه؟ گلاسینس میاد دقیقا مثل گلاسینس ها برای من مات میکنه. وقتی روی عددی مثل عدد یک باشه، به معنی اینه که کاملا شفافه. اگر من بیام این رو روی عددی مثل 9 دهم قرار بدم، میاد برای من مات میکنه اگر بزنمش روی هشدهم ماتر هفدهم ماتر شیشدهم پنجدهم چهاردهم هرچی از یک کمترش کنم من میاد برای من چیکار میکنه ماترش میکنه به همین آسونی خیلی ساده دیدین سوالی که میخوام ازت بپرسم اینی که آقا این سطحی که الان اینجا با هم دیگه به وجود آوردیم آیا این سطح شیشه است آب روغن گاز ماهیت این سطح چیه ببین شاید تو الان بگی که آقا آب که سر بالا نمیتونه بره یا آب یک سری ویژگی های فیزیکی داره مثلا آب چه ویژگی فیزیکی داره آب نمیدونم سطح روش ممکنه مواج بشه و و و و و و, 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 و. که هیچ کدوم از این ویژگی ها رو این سطح اینجا نداره پس این شیشه است نه ببین کاری به ویژگی های فیزیکی فعلا نداشته باشیم ما فعلا بر اساس میزان شکست میخوایم تشخیص بدیم که این سطح ذاتش ماهیتش چه چیزی ممکنه باشه ما اینجا یه گزینه‌ای داریم به اسم IOR کلمه IOR به معنی چیه IOR به معنی ایندکس of رفرکشن ضریب شکست نوره همین IOR رو ما در رابطه با رفلکت ها هم داشتیم اونجا معنی ایندکس of رفلکشن ضریب بازتابش نور بود حالا من میتونم به وسیله IOR زاد و ماهیت این سطح رو بیا مشخص کنم در که بهترش من ترجیح میدم که بیام دیوار اینجا رو انتخاب کنم و فعلا هایدش کنم که بره و بهت نشون بدم که چه خبره الان که این دیواره رو من اومدم هاید کردم من میتونم بیام میزان آیوارش رو از اینجا تغییر بدم فرض کنیم مثلا آیواری مثل 8 هم یا 7 هم رو براش ببینم وقتی که من از یه ای IOR خیلی پایین استفاده کنم اون شکست خودش رو ملموس‌تر داره اینجا من نشون میده و داری به خوبی میبینی که چه اتفاق آقای اینجا افتاده یا یعنی اینکه اگر من بیام مثلا میزانش رو روی عددی مثل یک و یک نهم قرار بدم و توی صفحه هیستوری بیام ذخیرش کنم و بیام حالا یه آیواری مثل عدد سه و براش ببینم و این رو هم بیام اینجا ذخیره کنم یکیشو بیام قرار بدم روی آ و یکیشو قرار بدم روی ب و در نهایت قیاسش که بکنم نگاه کن یه تفاوت خیلی کوچیکی ممکنه اینجا ها نگاه نگاه یه حرکت های خیلی ریزی ممکنه داشته بشه. این همون میزان شکستی هست که توی شیشه، آب، روغن، یه گاز ممکنه با همدیگه متفاوت باشه پس به وسیله ای آی او آر میای ذات اون رو اینجا مشخص میکنه دو تا وبسایت رو میخوام بهت معرفی کنم که وبسایت های فوق خوبی هستن یه دونه از این وبسایت ها اسمش هست refractiveindex.info که وسیله این وبسایت تمام آی او که رفرنک دارن رو میتونی اینجا در بیاری به علاوه ایو نمبر که حالا بعد بهت میگم چیه این وبسایت کاملا تخصصی و علمیه و اصلا نیامده مقادیر رو تجربی بنویسه پس حتما از این وبسایت برای متریال های دارید میتونی استفاده کنی اما یه وبسایت سایت دیگه هم ما اینجا داریم به اسم پیکسل پولی که این وبسایت هم وبسایت خیلی خوبیه آی او آر متریالای و رفرکت رو هر دو رو توش میتونی اینجا پیدا کنی فقط کافیه توی این لیست بگردی تا بتونی بفهمی که چه آی آر میتونه برای شما مناسب باشه از هر کدوم که دلت خواست استفاده کن الان نگاه کن فرض کن مثلا من دنبال یه شیشه میگردم روی گلاس کلیک میکنم یه کوچولو صبر میکنم که بیاد سفر صفحه رو برای من ریلود کنه مجددا میام نوع شیشم رو اینجا انتخاب میکنم و بعد از اون که انتخاب کردم میام اینجا مشخصش میکنم اینجا نگاه یه عدد داره به من میده عدد N این عدد N همون IOR هسته که ما قراره بیایم ازش استفاده کنیم الان اگر که من بخوام عدد این رو اینجا وارد کنم کاری نداره من میام اینجا واردش میکنم عدد چقدر بود؟ یک نقطه 3970 بود درسته تا سه رقم بعد از اشار رو اینجا نمیتونی بیشتر وارد کنی پس دیگه اون صفر آخری رو باید بیای حذفش کنی فقط تا سه رقم الان که من واردش کردم برای اینکه بخوام ببینم کامپرم رو باید خاموش کنم تا بهم نشون بده و همونجور که الان مشخصه ما تونستیم بیایم تعریف کنیم که این سطح ما یه دونه شیشه است که در واقع ذاتش ماهیتش میزان شکست نورش به اندازه شیشه ای هسته که اومدیم اونجا به دستش آوردیم اما در ادامه میخوام این سوال رو ازت بپرسم آیا وقتی که خوب و با دقت داری بهش نگاه میکنی باز میتونی بگی آقا این شیشه است آیا تمام خصیصه های مربوط به شیشه رو این داره؟ ببین یه شیشه دیگه چه ویژگی داره یه شیشه علاوه بر این که رفرکت داره یعنی نور بعد ازش رد بشه و بشکنه و رد بشه و این داستان ها رفلکت هم داره ما گفتیم تمام متریال هایی که در طبیعت وجود دارن همه و همه رفلکت رو دارم پس من باید بیام اینجا رفلکت رو هم اینجا براش تعریف کنم یعنی من باید بیام خیلی ساده بیام رنگ رفلکت رو روی پایین ترین سطح یعنی رنگ سفید قرار بدم اما سوالی که الان اینجا پیش بیاد اینه که میزان IOR آی رفلکت رو چقدر باید بدم اول دقت کن اینجا جلوی IOR آی مربوط به رفلکت یه لاک داریم کلمه لاک به معنی قفله این قفل کارش چیه قفل کارش اینه که میاد مقدارش رو از داخل IOR آی اینجا میاد برمی داره گرفتی چی شد این قفله کارش اینه که مقدار آیو رو از این پایین داره میاد برمیداره یعنی چی یعنی بذار بهت الان نشون بدم ببین فرض کن که من بیام یه دونه امتیل دیگر رو بردارم اینجا بیام قرار بدم این امتیل جدیدم رو بیام برای این ساعت اعمالش کنم زمانی که این امتیل رو من برم برای این ساعت اعمالش کردم یه میزانی رفلکت میام بهش میدم و میبینی ساعت الان رفلکت داره برای تغییر دادن آیوار لزوما نیازی نیست چک لاک رو برداری من میتونم بیام آیوار اینجا رو تغییر بدم تا دقیقا همین مقدار تو این آیوار بالا بشینه من میتونم بیام مقدار مثلا 8 ده 10, نمیدونم 100 یا هر عدد دیگه ای رو که من دوست داشتم رو بیام اینجا وارد کنم تا دقیقا توی آیوار بالا بیاد قرار بگیره خیلی نکته مهمی بهت گفتم و این نکته داره این رو به من گوش زد میکنه که شما هر آی او آری که برای شکست در نظر میگیری قطعا برای رفلکست هم همون آی او آر رو خواهی داشت و به صورت اتومات میزان رفلکتت هم درست تعریف میشه این خیلی نکته ای مهمیه ببین بذار بهت نشون بدم فرض کن که من بیام الان اینو دلتش کنم بره و مجددا همین متریالی که اینجا دارم رو باید بیام برای این سطح هم اعمالش کنم الان که من اومدم اینو اعمالش کردم کاری که میام انجام میدم میام سر وقت آیوار و چون لاکه هر دوتا یک میزان براش تعریف شده اما نکته میخوام بهت بگم اول نگاه کن توی صفحه فریم بافرت اگه این راست کلیک کنی فقط تو ورژنای بالا یه دونه ریل زوم داری اینجا وقتی ریل زوم رو بزنی من میتونم زوم رو به سمت عقب یا زومم رو اینجوری نگاه کن به سمت جلو ببرم و دوباره از اول رندر میگیره تفاوتش با زوم عادی چیه وقتی اسکرول برم جلو نگاه بی کیفیت میشه چون از اول رندر نمیگیره ریل زوم توی صفحه فریم بافر این امکان رو فراهم میکنه که نسبت به موضوع عقب یا جلو بریم تا از اول بیاد برای من رندر بگیره و اون رو من با کیفیت بالاتری داشته باشم پس من بیام ریل زوم رو بزنم یه کوچولو برگردم عقب یه مقدار پن کنم میخوام اینجا رو بهت نشون بدم دقت کن من اگه بیام چک مارک ال مربوط به فرل آی او رو بیام بردارم میتونم میزان آی رو به صورت جداگانه و تنها تعریف کنم اگه میزان آیوار این نگاه کن روی همین عدد پایینی باشه که خب طبیعتاً این خروجی رو به من میده و من ترجیح میدم با گرفتن کنترل این دوتا رو انتخاب کنم و حذف کنم و از اول رو ذخیرش کنم اگر که من بیام الان مثلا آی او این رو روی عددی مثل سه قرارش بدم و این رو هم بیام ذخیرش کنم آی او رو دوست دارم بیام به جای عدد سه مثلا روی عددی مثل ده بیام قرارش بدم و باز هم بیام اینو ذخیرش کنم میخوام یه نکته یه اساسی بهت بگم آ کامپرم و فعالش کنم اینو بذارم آ اینو بذارم به چه تفاوتی داره شاید شما بگی آقا توی میزان رفلکت تفاوت داره خب بله این رو من هم میدونم توی میزان رفلکتش تفاوت داره هر شیه های اوار فنرل آی رفلکشن رو بردیم بالا داره میزان رفلکت و باستاب رو بیشتر میکنه پس این موضوعات ما بیشتر توی شیشه داره نمایش داده میشه خب یه جزء طبیعیه اما توی میزان عبور نورش هم تفاوت داره توی حالت اول همونجور که دیدی چون آی آر پایین بود نور بیشتری عبور کرده اما وقتی که رفلکت بالا رفته نگاه کن نوری که عبور کرده کمتر شده و اگر که من بیام الان مثلا اینو قرارش بدم روی اینو و اینم بذاریمش اینجا به نشون بدم نگاه کن وقتی آی آر رو خیلی بردم بالا نور خیلی کمتری داره اینجا الان عبور میکنه خیلی نکته مهمیه خواهشی که ازتون دارم ویری رو درک کنید لمس کنید با منطق جلو برید مبادا بخواین شروع کنید تک تک اینا رو حفظی و شروع کنید چش بسته کار کردن وقتی اینا رو درک کردی لمس کردی منطقی جلو رفتی اون موقع میتونی توی این کار موفق باشی حالا اینجا رو نگاه کن فرض رو بذار که من بیام 100 تا دونه پرتو رو به یک ساعت بتابونم خب وقتی که من این کار رو انجام بدم دو تا اتفاق برای من میتونه بیفته دو تا اتفاق من یه دونش مربوط به رفلکته و یه دونش مربوط به رفرکته حالت رفلکت که خب 100 صد درصد همه متریال ها توی طبیعت رفلکت داره اما حالت رفرکت ممکنه باشه ممکنه هم نباشه از این 100 تا دونه پرتویی که به این سطح من تابوندم اگر که بیاد 90 تاش رو عبور بده و 10 تاش رو بیاد باستاب کنه چه اتفاقی میفته اگر که چنین شرایطی اینجا به وجود بیاد یعنی ده تا رو بیاد باستاب کنه و نوت تا رو بیاد عبور بده این اتفاق میفته که این متریال ما نور بسیار زیادی ازش عبور خواهد کرد یه چیز کاملا طبیعیه نور خیلی زیادی ازش رد میشه اما اگر که ما بیایم این دفعه یه مقدار ماجرا رو تغییر بدیم بگیم که فرض کنیم مثلا از این سطح ما به اندازه بگیم 50 تا دونه پرتو عبور کنه و 50 تا دونه پرتو هم باستاب بشه وقتی که چنین شرایطی به وجود بیاد طبیعتا نسبت به حالت قبل نور بسیار کمتری داره ازش رد میشه و اگر که بیایم این دفعه یه کار دیگه انجام بدیم بگیم 20 تا دونه پرتو رو داره ازش عبور میده 80 تا رو اینجا باستاب میکنه این دفعه چه اتفاقی داره میفته این دفعه نور بسیار کمی داره ازش عبور میکنه و قطعا متریال ما جزو و که رفلکت و باستاب بسیار زیادی رو داره ممکنه مثلا یک سطح فرض کنیم از جنس پلکسی باشه هان از این پلکسی گلاس ها ممکنه باشه که کاملا رفلکت داره باستاب میکنه و یک نور بسیار کمی رو ممکنه داره ازش عبور میده فوق نکته مهمی بهت گفتم دقت کن گزینه بعدی رو که میخوام اینجا بهتون بگم گزینه ای ما داریم تحت عنوان ایب نامبر ایب نامبر چیه؟ ببین پرتو نوری که در طبیعت داریم در واقع چیه؟ RGB هسته وقتی ما بچه بودیم یه منشور با شیشه میساختیم و نور که از این رد میشد چی میشد؟ تجزیه میشد اگر قرار باشه ما تجزیه شدن نور رو داشته باشیم از اب نامبر باید بیایم استفاده کنیم این اب نامبری که ما الان اینجا داریم در واقع چیه این ایب نامبر مقداری هسته که به شما این امکان رو میده که نور شما تجزیه بشه حالا ممکنه برای ساخت متریال سی دی ازش استفاده بشه شیشه ای رو بسازیم که نور ازش رد بشه و بیاد اون رو برای ما مثلا تجزیه کنه و و و و, 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 و چیزای شبیه این عددشون از کجا باید بیاریم؟ بهت میگم توی همون وبسایت refractiveindex.info شما یه گزینه‌ای داریم به اسم اب نامبر ایب نامبر رو ببین یه عدد داده نوشته 64 ممیز 17 این عدد دقیقا همون عددیه که شما باید توی ویلای بیای وارد کنی و با وارد کردنش میتونی بیای تزیه شدن نور رو داشته باشی دقت کن بعضی از متریالی که اینجا داریم بعضی از حالا شیشهات رفرکت دارها متریالی رفرکت داره ممکنه اب نامبر نداشته باشه اگر این م مخ... مقدار رو نبود باید بیای نوعش رو عوض کنیم مثلا شیشه قبلی که ما اومدیم استفاده کردیم ایب نامبر نداشت من اومدم نوعش رو الان عوض کردم و یک شیشه جدیدی به داد که ایب نامبر هم داره الان این مقدار رو که من بیام توی تریدی مکس وارد کنم نور برای من تجزیه میشه چجوری؟ الان که من بیام این ایب نامبر رو روشن کنم و مقداری که باید رو بیام اینجا وارد کنم مثلا 64 ممیزه فکر میکنم 17 بود و بیام این کامپر ای و بی رو بردارم و یه رندر بگیرم اون تجزیه شدن نور رو یه کوچولو اینجا داری الان میبینی ببین برای اینکه بخوایم تجزیه شدن نور رو داشته باشیم باید از یه سری پارامترها بعد هم استفاده کنیم که این تجزیه شدن خیلی بهتر اتفاق بیفته یه چیزایی شبیه کاستیک و غیره زاله که حالا بعد ها راجعش صحبت کنیم فعلا نمیخواد از این ایب نامبر اینجا ای استفاده کنی شو این ایب نامبر رو فعلا کاری نباش نداشته باش من بعدا بهت یاد میدم چیکار کنی اما فعلا در همین حد بشناسش بدون که عددش رو باید از کجا بیاری تا بعدا من بهت یاد بدم توی هلپ ویره هم که بیای اینجا نگاه کنی دقیقا ایب نامبر رو مشخص کرده دیگه مقدارش رو اینجا تغییر داده و اون تجزیه شدن نور رو اومده اینجا به سادگی به وجود آورده اینم میشه از گزینه ایب نامبر به همین آسان گزینه بعدی این رو که دوست دارم به اعتیاد بدم گزینه هست تحت عنوان مکس دپ مکس دپ چیه در رابطه با رفرکشن ها مکس دپ ماکسیمم تعداد شکست پرتوهای نور یعنی چی یعنی وقتی یه صحنه شروع قلوق داری یه پرتو نور قرار چند دور رد بشه و بشکنه این تا چند دفعه اجازه این رو بده که این پرتو نوره بتونه از داخل مثلا سطوح مختلف رد بشه و بشکنه آقا این یعنی چی تو طبیعت یادت باشه که مکس دپا روی ماکسیمومه یعنی مثلا در رابطه با رفلکشن ها دو تا آینه که میذاری روبروی روی هم تا بی نهایت میره توی طبیعت در رابطه با رفرکشن ها پرتو نور که شکست اتفاق میفته تا بی نهایت میره چیز عجیب غریبی نیسته اما اگه قرار بود ما توی ویره هم تا بی نهایت میرفتیم به درد سر میافتادیم تایم رندرامون به شدت میرفت بالا برای همین اومدن محدودش کردن من دوست اینجا مثالش رو بزنم چون مثال خیلی خوبیه وقتی که الان مکس دپ مربوط به رفرکشن من روی عدد یکه شاید شما احساس کنی که خروجی خیلی خوبی رو داره به من میده اما زمانی که من بیام این رو بیشتر کنم میبینه این خروجی اشتباه بوده و این یکی خروجی خروجی بهتریه الان وقتی بیام یه اپسیلون دیگه بیشترش کنم میگی نه خروجی قبلی من خروجی خوبی نیست این یکی بهتره این یکی بهتره این یکی بهتره میخوام بگم مکس دپ من باید بالا برید. تا جزئیات رو بتونی اینجا داشته باشی در رابطه با یک سری متریال بالا میبریم در رابطه با یک سری هم که حالا خیلی ممکنه فرقی نکنه خیلی نکته مهمی بود حالا ببین اگر که من بیام مثلا یه دونه ویرای امتیل رو بردارم بذارم اینجا اول برای همهشون یادت باشه باید حتما اسم تعریف کنی فرض کن که من اینو بذارمش اینجا و میام یک میزان رفرکت رو اینجا براش تعریف کنم یه میزان رفلکت رو هم هم باید براش تعریف کنم و بیام الان همین متریال جدیدی رو که الان به وجود آوردم رو برای آهان همین ویلویلک اینجا بیام در نظرش بگیرم این از این خیلی ساده خروجی این که داره به من میده نگاه کن مشخصه من بیام اگر که مکس دپش رو روی عدد یک قرار بدم این خروجی رو داره به من میده من بیام اینجا ذخیرهش کنم حالا من بیام مکس دپش رو روی عددی مثل مثلا 20 بیام قرار بدم این یکی خروجی رو داره بهم هم میده و اینم بیام ذخیرهش کنم حالا اگر که از کامپرا بیام استفاده کنم یکی رو A و یکی رو B قرار بدم متوجه این مکس دپ میشین که کدوم یکی خروجی دقیق تر و درستتر و صحیح رو داره به من میده به همین آسانی دیگه چی داریم اینجا نگاه کن من بیام اول چیک مارک لاک مربوط به فرل آیوار رو بذارم که تا دقیقا آیوارش بر اساس آیوار پایینی بیاد محاسبه بشه و چک مارک شادو رو داریم اینجا شادو چیه؟ زمانی که فعال باشه نور از اون سطح عبور میکنه در صورتی که رفرکت داشته باشه و زمانی که من برش دارم نگاه کن دیگه نور عبور نمیکنه این چک مارک توی ورژن خیلی 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 قدیمی به این شکل وجود نداشته و بعدها هم که اضافه شد به صورت پیش فرض غیر فعال بود و توی این ورژنای بالا کلا فعاله و خب طبیعتا هم باید باشه تو اون ورژن قدیمی برای اینکه نور از اون سطح ما عبور کنه ناچار بودیم آبجکت رو انتخاب کنیم بریم داخل قسمت آبجکت پراپرتی و از اونجا باید می اومدیم یه سری چک مارک های رو برمی داشتیم چک کست شده رو برمی داشتیم و تا در نهایتش نور از اون سطح می اومد عبور میکرد و غیره بگذنیم در هر حال بدون که آقا این چک مارک اینجا باید فعال باشه یه دونه افکت چنل داریم و اینجا یه گزینه دیگه که این دوتا میمونه برای بعدها این که دیگه اصلا میمونه برای بحث پست پرو که باید بدونیم کجا از کدوم استفاده کنیم و این چک مارک پایینی هم میمونه برای بعدها تموم شد رفت یادت اول ساعت اومدم بهت گفتم که آقا شیشه رنگی رو از اون تکنیک نمیسازم تکنیکش رو الان میخوام بهت بگم ببین برای ساخت شیشه رنگی شما از یک گزینه باید استفاده کنی به اسم فوگ کالر به وسیله فوگ کالر میتونی بیای خیلی ساده تعریف کنی بگی آقا این سطحی که داری قراره چه رنگی اینجا باشه به چه صورت وقتی که من فوکالر کالور رو بیام انتخابش کنم و مثلا یک رنگی مثل این رنگ آبی رو بیام براش ببینم همون جور که داری میبینی این شیشه ای که الان در حال حاضر ساختیم و الان میتونیم بهش بگیم شیشه است این شیشه ای که الان در حال حاضر ساختیم رو میتونیم بیایم به رنگ آبی، زرد، قرمز یا هر رنگ دیگه ای که دوست داشتیم میتونیم بیایم اینجا در بیاریم پس به وسیله فوکالر من میتونم خیلی ساده تعریف کنم بگم این سطحی که ما اینجا داریم قراره چه رنگی داشته باشه فقط چند تا نکته میخوام بهت بگم که نکات بسیار مهمیه نکته اول دقت کن یادت باشه که این فوکالر رو میخوای بیای تعریف کنی همیشه در سری از رنگ سفید باید باشه هیچ وقت با این غلظت و خلوص استفاده نمی کنی چرا الان بهت میگم و نکته دوم زمانی که شما فوکالورت رو اومدی مثلا اینجا مشخص کردی بی وسیله گزینه د که اینجا وجود داره من میتونم با کم و زیاد کردنش خروجی متفاوتی رو داشته باشم مثلا دو دهم ده یا یک دهم ده رو اینجا استفاده کنم یا عددی مثل پنج رو بیام استفاده کنم خروجیش متفاوته هر چی دپش رو من بیام کمتر کنم درصد تاثیرگذاری فوکالر من بیشتر و هر چی که دپ رو بالاتر ببرم درصد تاثیرگذاری فوکالر من کمتر خواهد شد پس برای اینکه بخواید درصد تاثیرگذاری فوکالر رو تعریف کنید میزان دپ رو از اینجا میایین شروع میکنید به تغییر دادن به همین آسونی خیلی ساده است سوالی که اینجا الان مطرح میشه اینه که آقا خب اینم که مثل همون رفرکت اومد برای ما عمل کرد دیگه چه تفاوتی بین رنگ رفرکت و رنگ فوکالور اینجا وجود داره تفاوتش چیه بیت میگم یه آنهایی توی همین صحنه ای که برات گذاشتم بزن اینجا نگاه کن اومدیم این سطوح رو به این صورت در و من میخوام بیام تمام اینها رو انتخابشون کنم و همه همه رو بیام تعریف کنم که از این متریال ما بیاد استفاده کنه به همین آسونی برگردم داخل نمای پرسپکتیوم یک زاویه دید مناسب رو براش بیام اینجا در نظر بگیرم یه مقدار بیام عقبتر و فکر میکنم که زاویه مناسبیه برای من حالا بیام از کار یه رندر بگیرم خروجی که داره به من میده رو توجه کن هرچی زخامت شیشه من بیشتر شده داری میبینی که اون شیشه من تیره تر شده چرا؟ چون ما از فوکالور برای اعمال کردن رنگ استفاده کردیم و هرچی که زخامت اون شیشمون داره بیشتر میشه غلظت رنگ بودم بالاتر میره قانون طبیعته چیزی نیسته که من از خودم بگم اگر که من بیام این دفعه رنگ فوکالور رو از اینجا کاپیش کنم و بیام اینجا فوکالوری که دارم رو به رنگ مثلا سفید قرارش بدم که اصلا رنگ نداشته باشه و من بیام این قسمت داخل قسمت رفرکتم رنگی رو که کاپی کردم رو پیست کنم چه اتفاقی افتاد رنگ من به درستی اعمال شده و داری میبینی دیگه زخامت شیشه تاثیری توی رنگ شما نداره و این اشتباهه توی طبیعت شما زمانی که دارید اینجا فرض کنید یک سری شیشه های زخیم رو دارید یا ممکنه یه تعداد شیشه رو روی هم بیای قرار بدی اتفاقی که میافته قطعا زخامت شیشه تأثیر گذار خواهد بود برای ما ولی وقتی که ما داریم از رنگ داخل قسمت رفرکت استفاده می کنیم خروجی که داره به من میده خروجی نامناسبیه خیلی نکته مهمی بود دقت کن من این دو تا رو با هم سواپشون کنم که جا به جا بشه ببینی خروجی رو هر چیز زخامت شیشه بیشتر شده داری میبینی که درصد تاثیرگذاری فوکالار ما هم اینجا بالاتر رفته یا در واقع شیشه ما تیره تر میشه رنگ بیشتری توش میشه به همین آسونی حالا نکاتی رو که بهت گفتم نگاه اگر من بیام از یه فوکالاری استفاده کنم که غلظت رنگش بالا باشه همونجور که داری میبینی اینجا خروجیایی که داده تقریبا از اینجا به بعد دیگه همهشون کامل تیره شده و یه جورایی شاید غیر قابل استفاده شده ولی اگر که من از رنگ های اینجا بیام استفاده کنم تعداد شیشه هایی که درست هستن نگاه بیشتر خواهد بود این یه چیز تجربی ها دارم بهت میگم حتما رنگ فوکالور در از رنگ سفید باشه نکته بعد من با استفاده کردن از دپم میتونم این کارو انجام بدم وقتی بزنمش روی دو دهم ده نگاه غلظت رنگ بالا رفت وقتی بزنمش روی ده غلظت من نگاه کن کمتر شد و این خروجی رو داره اینجا به من میده زمانی که مقادیرش رو من دارم کم میکنم کنتراست کارمون هم داره بالا میره یعنی اختلاف بین قسمت تیره و روشن کار ما کاملا زیاده و زمانی که من این رو دارم عددش رو زیاد میکنم کنتراست ما کم میشه یعنی اختلاف بین قسمت تیره و روشن کار ما کمتر خواهد شد آقا تموم شد رفت چیز عجیب غریبی نیست با فوکال و رنگ میدی با دپ میای تعریف میکنی در تاثیرگذاری فوک کالور چقدر باشه و تموم شد رفت به همین آسانی همین قانونی رو که الان اومدم اینجا بهت گفتم رو همین قانون رو اگه من بخوام الان اینجا برای یکی از این شیشه هایی که زخامت کمیم داره اعمال کنم هم میشه یعنی من بیام از این شیشه ای که دارم اینجا دیگه بهش نمیگم باکس از این شیشه ای که دارم اینجا بیام یه ده تا دونه کاپی رو اینجوری روی هم قرار بدم زمانی که من این کار رو اومدم انجام دادم خروجیش رو دوست دارم قشنگ دقت کنی اگه بیام یه رندر بگیرم نگاه نگاه چه اتفاقی افتاده تیره تر شده چرا تیره تر شده چون توی واقعیت هم شما فرض کن یه شیشه سبز رنگ داری ده تا رو میای اینجوری میچینی روبروی هم خروجی که میده تیره تر میشه به همین آسانی حالا نگاه کن اگر که من بخوام شیشه های رنگی مثل این کار رو داشته باشیم که نمونه کاری یکی از بچه های خودمونه چی کار باید بکنیم خیلی آسونه من الان میتونم بیام با تعریف کردن یه دونه تکسچر مناسب اون شیشه های رنگی رو برای فوق کالورم به وجود بیارم فقط کافیه که برید داخل فولدر مربوط به کانتنت این جلسه و یک سری تکسچر رو من برای تو مدام اینجا گذاشتم مثلا فریم این شیشه یا نمیدونم این شیشه های رنگی یا این فرض کن یه حالت تایپوگرافی کوچولو این رد دست میخوایم بیایم از همش استفاده کنیم توی گوگل که بری جستجو کنی یه سری کلید واژه ها رو میتونی از پیدا کنی مثلا فرض کن سرچ کنی اسلامیک ویندو ها اسلامیک شیپ یا چیزای شبیه این رو بیای شروع کنی به جستجو کردن میتونی نمونه های رو پیدا کنی و اگر فتوشاپ رو به خوبی بلد باشی خیلی ساده تکسچر مربوطه رو به ساده روش میتونی بیای بسازی من دوست دارم اول بیام یک مثالی برای تو بزنم با این نوشته یا با این فریم ببینیم چه اتفاقی میفته من میام این فریمم رو برمیدارم و اینجا قرارش میدم و زمانی که اومدم گذاشتم اینجا نگاه کن میام خیلی ساده همین تکسچر رو برای رفرکت هم دوست دارم در نظر بگیرم توی گام اول این نکته رو خوب دقت کن وقتی من یه پریویو ویندو از این بگیرم نگاه کن تیره است چرا این الان به رنگ تیره در اومده دلیله اینه که الان این موضوعی که اینجا من دارم با خاطر اینکه فوک کالر خورده و خود همین یه دونه کره از و کره نسبت هم نسبتا زخیمه برای همین به رنگ تیره نمایشش میده من چک مارک بک هم که فعال کنم نگاه کن باز هم اون حالت تیرگی رو داره ولی اگر فوک کالرش رو اینجا به رنگ سفید تغییر بدیم دیگه اون تیرگی رو ما اینجا نخواهیم داشت این هم نکته خیلی مهمی بود حالا من بیام چیکار کنم من بیام به سادگی همین تصویری که اینجا دارم رو برای رفرکت در نظر بگیرم وقتی که برای رفرکتم در نظر بگیرم این خروجی رو داره به من نشون میده چند تا سوال از کجا فهمید که کجاها باید رفرکت داشته باشه و کجاها نباید رفرکت داشته باشه وقتی که شما به این تصویر با دقت نگاه کنید یک سری نقاط تیره و روشن داره قسمت های سفید رفرکت 100 درصد قسمت های مشکی رفرکت 0 درصد به همین آسان سوال بعدی این که الان اینجا پیش میاد اینه که چرا فریم رو به رنگ آبی در آورده آیا به خاطر رنگ فوکالوره؟ قطعا نه من اگه بیام اینجا به نشون بدم رنگ دیفیوز این رو تغییر بدم مثلا به رنگ خاک سری در بیارم یه خاک سری تیره میخوام نگاه کن این خروجی رو میده بچه ها یادتون باشه این روشی که ما داریم استفاده میکنیم برای انداختن فریم روی شیشه روی پنجره صد درصد اشتباهه من فقط با این مثال هدفم این بود که به شما نشون بدم که برای رفرکت هم میتونید بیاین یک مپ رو در نظر بگیرید این روش رو شاید توی بعضی از پروژه ها استفاده کنیم پروژه هایی که از ما فاصله داره قرار نیست جزئیات پنجره دیده بشه شاید استفاده کنیم کسی نمیدونه اما یادت باشه که روش اصلا صحیح و درستی میتونه نباشه چرا؟ چرا شو از نزدیک بهت نشون میدم؟ اول این وجود نداره مثل یه برچسبه دقیقا مثل یک برچسب چسبیده روی شیشت خب یه چیز طبیعیه یعنی زخامت و جزئیات ها رو نداره و وقتی که من برم از نزدیک تر بهش نگاه کنم متوجه یه ایراد میشم ترجیح میدم که بیام زخامت این رو الان بالا ببرم بیام مثلا زخامتش رو بذارم روی 5 سانتی متر فکر می کنم مناسب باشه و وقتی که من بیام از کار یه رندر بگیرم متوجه یه نکته میشینیم وسط نگاه کن شاید الان تحت این زاویه حس کنی که الان این زخامت حفظ شده نه ما یه سطح شیشه یه سطح شیشه دو تا برچسب فقط چسبوندیم روش بینش خالیه گرفتی چی شد بین این دوتا خالیه به هم وصل نیست این چارچوبا برای همین این روش روش درستی نخواهد بود بگه اون که میگم بعدها از راه دور بخوایم از کار رندر بگیریم اما علال حساب میخوام یه چیز باحالتر نشونت بدم اگه من بخوام روی شیشم مثلا یه تایپوگرافی بندازم همون چیزی که الان اینجا دیدیم چی کار باید بکنم برای اینکه بخوام تایپوگرافی رو داشته باشم اونم از همین روش استفاده میکنم من میام به سادگی همین رو برای رفرکتام اعمال میکنم نکته وقتی این خودش اعمال شده اینجا نگاه وقتی این خودش اعمال شده اینجا نیازی نیست اتصال بینش رو پاک کنم اینو که بکشم بندازم روی این قبلی حذف میشه به همین آسونی زمانی که من این کار رو اومدم الان انجام دادم اگر که بیام از کاری رندر بگیرم نگاه کن این خروجی رو به من داره میده نوشته مثلا دیور و روزالک رو داره اینجا به من نمایش میده چرا این نوشته قروقاتی داره دیده میشه؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه نوشته دیور اینجا از این وره پشت سرش از این وره یعنی چی؟ من نفهمیدم الان بهت میگم یعنی چی؟ ببین وقتی که من بخوام یک تکسچر رو توی صفحه ویوپورت به من نمایش بده یا یک متریال رو توی صفحه ویوپورت نمایش بده فرقی نمیکنه با انتخاب کردن اون متریال یا با انتخاب کردن اون تکسچر چک مارک شو شیدد متریال این ویوپورت رو فعال میکنیم الان که فعالش کردم کلمه دیور اینجا از این وره کلمه دیور اینجا نگاه برعکسه گرفتیشی شد چون زخامت هم داره داری از توش میبینی چه خبره برا همین ریخته و هم دیگه کارو برا همین گفتم این روش شاید روش خیلی مناسبی نباشه من برگردم اینجا زخامت شیشم رو کم کنم به اندازه دو دهم ده بیام در نظرش بگیرم و الان که به اندازه دو دهم ده ودم در نظرش گرفتم یه رندر بگیرم این خروجی رو داره به من میده ببین الان شما کامل متوجه به هم این شدین و دلیلی که وجود داره اما نکته ای که میخوام اینجا بهت بگم آقا این شیشه که اینجا دارم باید برعکس میشد نوشته ها میچسبید روی شیشه نه کل شیشه تیره بشه و یه تیکه فقط شیشه رو نشون بده چیکار باید بکنم کاری که من میتونم انجام بدم این مپی که اینجا دارم رو نیاز دارم جای رنگ سفید و سیاهش رو برعکس کنم چه جوری مپ رو انتخاب میکنم وارد تنظیمات مپ هم میشم میام داخل رول مربوط به اوتپوت و بعد با فعال کردن اینورت برعکسش میکنم وقتی که برعکسش کردم یه رندر میگیرم ببین این خروجی رو داره به من نشون میده و الان هم کامل داری متوجه میشی چرا اینا چپه داره نمایش میده و قشنگ توی اون سایه ها و غیره همه رو داره اینجا نشون میده ببین فوق است بعدا ما میایم به شما یک روش رو یاد میدیم یک متریالی رو یاد میدیم به اسم متریال بلند با متریال بلند میتونیم به صورت ترکیبی چندین متریال رو با هم ترکیب کنید و خیلی خوب و ساده این شیشه ها و جزئیات ها اون برش هست به روی شیشه همه رو جدا جدا مثل واقعیت میسازین و فوق است اما فعلا داریم با روش های ابتدایی کار میکنیم ببینش من که خیلی به وج میام حتی هنوز بعد از بارها و بارها دیدنش واقعا به وج میام وقتی که دارم قدرت ویری رو میبینم نگاه کن اینجا رو پس الان دیدی که من تونستم فریم پنجره نمیدونم این نوشته دیور و چیزایی دیگر رو تونستم بیام اینجا هم قرار بدم توی گام بعدی کار دیگه ای که دوست دارم انجام بدم یک شیشه رنگی دلم میخواد داشته باشم پس میام از همون تصاویری که اینجا دارم استفاده میکنم و, و میام سر وقت این تصویری که اینجا دارم رو برمیدارم و اینجا قرارش میدم اول از همه بدون که برای مپ ها هم میتونی اسم تعریف کنی یعنی من میتونم بیام اینجا مثلا فرض کن یک اسم براش اینجا در نظر بگیرم این نکته ای اول دوم اتصال بین این رو من میخوام حذف کنم انتخاب میکنم دلتش میکنم میره و سوم از اون نگاه کن الان من میام اینجا برای این چی تعریف میکنم فوکالور میخوام تعریف کنم این رو میکشم و روی فوکالور قرار میدم این رو بر نمیدارم بالا از بالا بذارم اینجا ترجیح اینه بذارمش رو به رو حالا این کارم نکردی خیلی مهم نیست الان که من برای این اومدم فو فوکالور در نظر گرفتم میام خیلی ساده مجددا از کار یه رندر میگیرم وقتی که رندر بگیرم شیشه رنگی رو به وجود آوردم بچه ها فوقلاده است است فوقلا این وی ری 3D Max همه چیز عالیه نگاه کن چه خروجی های خوب و دقیق و لذت بخشی رو داره به من میده اینا همون شیشه های رنگی بوده که یک زمان تو آرزوش رو داشتی بتونی بسازی و الان با چند تا کلیک ساده اگر فتوشاپ بدونی فتوشاپ معجزه میکنه تو ساخت متریال و غیر از راحت میتونی بیای متریالات رو بسازی تکچرات رو بسازی قشنگ توی فتوشاپ با ساخت تک تک تکچرها میتونی متریال های بی‌نظیری رو داشته باشی حالا ببین الان میخوام بهت یه چند تا نکته دیگه هم بگم دقت کن اگه من بیام الان همین فریم مربوط به همین رو برای رفرکت هم در نظر بگیرم خب این خروجی رو به هم میده و این امکان رو برام فراهم میکنه که من با انتخاب کردن ویره ای بیام به سادگی رنگی که اینجا وجود داره رو مثلا تغییر بدم بزنمش رنگ مثلا نمیدونم آبی بزنمش رنگ مثلا قرمز بزنمش رنگ زرد هر رنگی که بخوام و اینجا میتونم براش در نظر بگیرم که بعدها با متریال های بلند و غیر و هم میتونیم بیایم این کارا رو انجام بدیم این دیگه ای که ما میتونیم بیایم انجام بدیم اینه که ما میتونیم بیایم خیلی ساده به وسیله دپ بیایم درصد تاثیرگذاری فوکالر رو مشخص کنیم اگه من بیام دپم هم و اینجا کم کنم درصد تاثیرگذاری فوکال من نگاه بیشتر شد و اگر بیام دپم هم و اینجا بیشتر کنم نگاه کن درصد تاثیرگذاری گذاری فوک کالور من کمتر خواهد شد اون دیگه بسته به شما داره که بخوایم چه میزان دپی رو اینجا براش ببینید به همین آسانی نکته بعدی رو که میخوام بهت بگم اینه که شما میتونید برای هر کدوم از آیتم هایی که مربع روشون وجود داره خب یه تکسچر تعریف کنیم اینو همه ای ما میدونیم اما من میتونم بیام برای گلاسینسی که اینجا هم وجود داره باز هم تکسچر در نظر بگیرم باز هم نکته باحال دوست دارم بهت بگم خوب دقت کن ببینش اگر که شما بیایی مثلا توی اینترنت سرچ کنی هند پرینت، فوت پرینت هر چیزی که سرچ کنی و کلمه ای پرینت بذاری میاد دقیقا تصویر اون دست، تصویر پا یا هر چیز دیگر رو به شما نمایش میده من دلم میخواد الان فرض کنیم این شیشه رو متصور بشم که این شیشه مربوط به شیشه داخل حمامه و یک فرد اومده دستش و شیشه ای که بخار گرفته رو دستش رو اینجوری قشنگ چسبونده روی شیشه پس میام توی گوگل سرچ میکنم هند پرین تا یک تصویر مناسب رو به من بده قبلا ما اومدیم برای شما تصویر هند پرینت رو اینجا آماده کردیم و میتونم بیام از همین تصویر هند پرینتی که اینجا دارم استفاده کنم اگر که من بیام الان همین تصویر هند پرینت اینجا رو برای گزینه گلاسینس هم اینجا بیام در نظر بگیرم که حالا از روش اعمال کردنش هم که دیگه بلدید دیگه در نظر بگیرم و این خروجی رو داره به من میده آقا چرا دسته اینجوری کج و شده ماجرا چیه خب یه هند پرینت این شیشه؟ یه دونه اون شیشه این خروجی رو داده اول نگاه کن این هند پرینت ما چیزی که داره به نظر میاد تصویرش برعکسه چرا تصویرش برعکسه؟ چون نگاه کن اومده جای ها رو این قسمت ها رو مات کرده و بقیه رو شفاف گذاشته من گفتم یک شیشه همامی رو میخوام که بخار گرفته شیشه همامی که بخار بگیره مات میشه و بعد از اون که بخار گرفته چه اتفاقی افتاده اومده یک فرد دستشو برداشته اینجوری چسبونده روی اون شیشه پس باید این رو من بیام به وجود بیارم برای همین منظور من نیاز دارم که این تصویر هند پرینتی که اینجا دارم رو برعکسش کنم اینورتش کنم پس میام انتخابش میکنم میرم داخل این قسمت اوتپوتی که وجود داره و با استفاده کردن از اینورتی که اینجا میبینم برعکسش میکنم تا دقیقا خروجی عکسش رو داره بهم هم میده ببین اما باز هم وقتی که به خوبی بهش نگاه کنیم تصویر دلچسپی رو اینجا به من نداده چرا تصویرش تصویر دلچسپی نیست؟ چون میزان مات شدگیش خیلیه چجوری میتونم درستش کنم؟ یادت هست من اومدم وقتی که راجبه این متریال ها اومدم صحبت کردم بهت گفتم که ما داخل رولات مربوط به مپ میتونیم بیایم تکسچرامون رو وارد کنیم که خب تکلیف اینا هم همه مشخصه اینا رو من بهشون گفتم چی اوپاسیتی اوپاسیتی چی بود درصد تاثیر گذاریش بود وقتی روی صد بود دیگه فرقی نمی کرد رنگ زیرش چه جوری باشه فرقی نمی کرد مقدار زیرش چه جوری باشه ببین مثلا فرض کن اگه من بیام الان اینجا گلاسینس رو قرارش بدم روی فرض کنیم عدد نیم گلاسینس رو قرارش بدم روی عدد یک تأثیری توی این قسمت ها نداره چون روی این قسمت ها همه رنگ سفید اومده ها که البته الان اینورتش کردیم همه رنگ مشکی اومده پس تأثیری اینجا نداره چیکار میتونم بکنم من وقتی روی عدد یک باشه به معنی اینی که شفافه و وقتی که ما اینجا اومدیم یه تصویر رو انداختیم و رنگ مشکی گذاشتیم به معنی ماته اگر من بیام اوپاسیتی این رو کم کنم و به بذارمش مثلا روی چقدر؟ روی مثلا سی درصد چه اتفاقی میفته؟ این رنگ مشکی میره به سمت رنگ خاکستری پس باعث میشه درصد مات بودنش کمتر بشه و اون خروجی که مد نظرمون بود رو بتونیم اینجا به دست بیاریم بچه ها اینا همه اون ترفند هایی هسته که من دارم ذره ذره الان به شما یاد میدم تا شما بتونید کامل اینها رو درک کنید ببینید بشناسید بفهمیدشون و بتونید بعدا توی پروژه ها استفاده کنید ما بعدا با استفاده کردن از متریال بلند اینها رو به خوبی می ترکیب میکنیم فعلا دارم مثال هایی رو میزنم ذهن شما رو آماده کنم برای متریال های بلند و ترکیبی و غیره خواهشی که دارم تک تک اینها رو درک کن تا بتونی توی پروژه به بهترین شکل ممکنه بیای استفاده کنی اگر که فرض کنیم این دفعه ما یک آینه داشته باشیم داخل حمام که اون آینه هم وعده مثلا یه مقدار بخار گرفته اگه بخوایم برای اون آینه این کار رو انجام بدیم چی کار باید بکنیم؟ خیلی ساده من توی گام اول میام یه دونه امتیل رو برمیدارم و اینجا قرار میدم حتما براش باید بیام اسم در نظر بگیرم این خیلی نکته مهمیه حتما باید بیام براش اسم در نظر بگیرم میزان رفلکت رو, رو روی پایین ترین سطح قرار میدم ممکنه چه که رفلکشن رو بردارم چون آینه رفلکتش دیگه صد درصدی تقریبا دیگه که بیاد قشنگ به من آینه رو اینجا بده تا این مرحله من بیام روی کار اعمالش کنم و بهت نشون بدم که چه خبره الان من این رو بردارم از اینجا یه کوچولو باید زوم کنم جلوتر بردارم از اینجا و اعمالش کنم برگردم از این ور خروجیش رو ببین کاملا آینه است آینه چجوریه؟ ماته پس من بیام اینجا ماتش کنم در واقع آینه ای که بخار گرفته ماته ها خود آینه که مات نیسته من بیام اینو مثلا ماتش کنم یه حالت نگاه کن اون حالت بخار گرفته رو داره قشنگ روش اینجا نشون میده دیگه حالا اگه من بیام همون تصویری که دارم رو برای گلسینس اینجا اعمال کنم چه اتفاقی میفته؟ امتحان کنیم من بگم که این آینه ای من کاملا شفاف بشه و بیام سر وقت اینجا همین تصویری که دارم رو خب بیام از این قسمت حذفش کنم و این دفعه برای چی باید تعریف کنم برای رفلکتم بچه ها برای رفلک گلاسینس باید بیام در نظر بگیرم پس برای رفلک گلاسینس هم بیام در نظر بگیرم این خروجی رو به هم داده این خروجی خروجی مناسبی برای من نیست چرا خروجی مناسبی نیست به دلیل اینکه اومده این وسط رو آینه داره به هم یا آینه شفاف و اینا رو دیگه اومده زده کامل مات کرده دیگه چجوری باید درستش کنم اوپاسیتی مربوط به مپ این قسمت رو باید بیام کم کنم یعنی گلاسینسی که اینجا وجود داره رو باید بیام کمش کنم مثلا بذارم بهش رو درصد ببین باز هم موفق شدیم که این رو هم به وجود بیاریم خواهشی که من ازتون دارم تک تک این پارامترهایی رو که دارم به اتیاد میدم رو با دقت ببین درک کن خیلی مهمه. همین گلاسینسی رو که الان اومدم برای توضیح دادم رو تصور کن فرض کن که این گلاسینس وقتی که قراره به صورت شفاف در بیاد چه اتفاقی میفته وقتی که گلاسینس شما روی عدد یکه به معنی اینه که داره از رنگ سفید استفاده میکنه و کاملا شفافه وقتی که گلاسینس شما روی عدد صفره به معنی اینه که داره از رنگ مشکی استفاده میکنه و کاملا ماته فرض کن که من گلاسینس هم رو فرق نمیکنه برای رفلکت رفرک هر دوتا یه شکار کار میکنن من اومدم گلاسینس رو گذاشتم روی عدد یک پس کاملا سفید شده و بعد اومدم اون تکسچرم رو روی این سطح کامل توضیح کردم قسمت که مشکیه گلاسینسش روی عدد صفر یعنی کاملا ماته و قسمت الان که سفید هسته کاملا شفافه برای اینکه من بخوام رنگ مشکی رو ببرم به سمت رنگ خاکستری و نزدیکش کنم به رنگ سفید اوپاسیتیش رو کم میکنم که با کم کردن اوپاسیتی رنگ مشکی من با خاطر سفید بودن زیرش به سمت رنگ سفید میره و منجر به این میشه که میزان گلاسینس من کمتر بشه یعنی کار من بره به سمت شفاف شدن اینجوری بهت بگم و کار من که به سمت شفافتر شدن میده اون خروجی که من مد نظرم بود رو به ما خواهد داد حالا بریم با همدیگه یک نگاهی به رفرنس بندازیم ببینیم چه خبره توی رفرنس زمانی که شما داری نگاه میکنی اینجا اومده در رابطه با رفرکشن کالر اومده اینجا توضیح داده که اومده گفته وقتی روی رنگ مشکی و وقتی که روی رنگ سفید چه اتفاقی میفته که خب طبیعتا روی میزان رفرکت ما تاثیر میذاره در رابطه با آی آر اومده صحبت کرده مثلا آی او آر یک و شیش این خروجی رو داده آی آر اومده کم کرده تبدیل شده به این خروجی اینجا رو نگاه آی که داده عدد یک عدد یک نگاه کن این شکلیه تقریبا داری میبینید که وجود نداره توی رندر و وقتی که من بیام تغییرش بدم ببرم بالا این خروجی رو میده که به هم گفتم عدد آیا رو از کجا باید بیاری توی این قسمت اومده در رابطه با گزینه گلاسینس اومده توضیح داده که هرچی گلاسینس رو ما کمتر کنیم داریم میریم به سمت رنگ مشکی و خروجی رو برای ما مات تر میکنه و هرچی که گلاسینس رو دارم اینجا بیشتر میکنم دارم میرم به سمت رنگ سفید و خروجی رو برای من داره شفاف میکنه در رابطه با گزینه مکس دب هم که اومدیم بهتون گفتیم مثالش هم زدیم تو صحنه های شلوغ چه اتفاقی میفته خب این پرتوه نوره میشکنه باید بهش اجازه بدیم ماکسیموم دفعاتی که این پرتو بتونه مثلا از سطوح مختلف بشکنه و رد بشه و غیره و زالک که اومدیم اینم توضیحش رو بهتون دادیم دقیقا روی همین مثال ایب نامبری که اینجا وجود داره که اومدی بهتون گفتیمم که پارامترای مربوط به اون بود و دیگه یه دونه فوگ کالور داریم که این هم توضیحش دادیم هم و فوگ کالور هم که گفتیم و, و تا اینجا تموم شد رفت فقط فوگ کالور تو ورژنهای قدیمی یه نکته داره بریم ببینیم و دیگه تموم دو تا پارامتر فوگ ملتیپلیر و فوگ بایاس اینجا داریم بچه گزینه گزینه فوگ ملتیپلیر مربوط به چیه؟ درصد تأثیر گذاری فوگ کالوره یعنی چی؟ یعنی اگه من فوگ ملتیپلیرم رو قرارش بدم روی عدد نیم درصد تأثیر گذاری فوق من نگاه کن کمتر شد و این خروجی رو داره به من میده ببین چجوری شد این خروجی رو به من میده اگر قرارش بدم روی دو دهم درصد تأثیر گذاری فوکالر من کمتر شد درست مثل این میمونه که من بیام اینجا با کم کردن این اسلایدر و حرکت دادنش به سمت رنگ سفید تعریف کنم رنگ من روشن پس برای اینکه شما درصد تاثیرگذاری گذاری این فوگ کالورتون رو کمتر کنید با کم کردن گزینه فوگ ملتیپلیر به سادگی دلین این اینو کمترش میکنید فهمیدین چی شو؟ شما, شما گزینه فوگ ملتیپلیر رو امکان اینو برش داری که به سمت بالا هم حرکت بدی یعنی اگر زمانی خواستی درصد تاثیرگذاری گذاری رنگ شما بیشتر بشه گزینه فوگ مولتیپلیه رو به سمت مقادیر بالا بالا تر از یک میتونی حرکتش بدی این از این گزینه بعدی که بچه ها ما داریم گزینه فوق بایوسه خوب دقت کن فوق بایوس برای ما چی کار میکنه؟ من بیام اینجا تحت این زاویه این دفعه بهت نشون بدم خب تحت این زاویه به شما نشون بدم ببینی چه اتفاق میافته گزینه فوق بایوسی که بچه ها میبینید کارش چیه؟ زمانی که شما فوگ رو بیاین اینجا به سمت مقادیر زیر صفر حرکت بدین منجر به این میشه که بیاد کنتراست رو برای ما در واقع بیشتر کنه یعنی چی بچه ها این بچه ها چی کار میکنه الان دقت کن اختلاف بین رنگ این زخامت دو میل با دو سانت با پنج سانت و با ده سانت رو داری میبینی چجوریه زمانی که من فوگ بایوس هم رو کمتر کنم کنتراست یا تضاد رنگ من بیشتر میشه یعنی اختلاف بین دو میل و دستانت خیلی شد متوجه شدین چه اتفاقی افتاد و هرچی که بوگ بایوس من بیشتر کنم اتفاقی که میفته میاد برای شما کنتراست رنگتون یعنی اختلاف رنگ و تضاد اینو بچه ها میاد برای شما کمتر میکنه این جلسه همونم به اتمام رسید لطفا تک تک تمریناتون رو با دقت انجام بدید از این فرصتی که الان براتون پیش اومده استفاده کنید شروع کنید صحنه های داخلی و خارجی زیادی رو آماده کردن مدل کردن حتما از روی رفرنس عکس کار کنید نه رفرنس های رندر چرا با خاطر اینکه ما قراره از روی واقعیت و طبیعت تک تک هاشون رو بسازیم نورهاشون رو بسازیم جزئیات رو در بیاریم تا بتونیم خروجی بسیار خوبی رو 出ししてい